دوستان عزیز من توی پارت یک که راجع به صحبت کردیم گفتیم حدودا قرار پنج دقیقه از وقت گرام بخواه شما رو بگیره familiar topics و حالا others رو داریم familiar topics و topic هایی که شما باش آشنایی میدونیم از این پنج تا هستش و خب ما راجع بهش خیلی خوب بایستی صحبت بکنیم دوستان عزیزی که دوره اول رو دارن تماشا میکنن بخشی از گرامر درس اولمون رو من اینجا دارم به شما درس میدم خب دوستان عزیزی که برای دوره های بعدی دارن از این قسمت استفاده میکنن باز هم بخشی از گرامر شما مربوط به این تاپیک میشه ولی خب شما دیتیل بیشتری رو خواهید خواند در طول درستون ولی خب به هر حال دونستن این موضوع موضوعاتی که بحث, بحث گرامری که اینجا مطرح میشه به شما بسیار زیاد حائز اهمیت باشه پنج home تاپیک ورکر استادیز، فامیلی، هوم تاون، هوم و فری تایم جزو تاپیک هایی هستش که ما تقریبا مطمئن هستیم که شما باشون برخورد خواهی کرد یعنی این سوال ها را شما میپرسه مخصوصا اولیه که سوال دی ورکر استادی جزء سوال های بسیار کامن و رایج آزمون هستش که شما میبینیدش بریم صحبت کنیم راجبش ابتدای امر با اولین درس پرنانسیشن شروع بکنیم اولین درس پرنانسیشن ما تلفظ WTD و R هستش یه تفاوتی بین وی و دبلیو هستش خدا وکیلی تو خونه اگه به من بخندید سر بحث تلفظ ما ازتون نیست تلفظ وی لب و وایسی گاز بگیری و و و خب تلفظ دبلیو لب ها قنچه میشه و و به من فیلم مردم و و و اینا با هم فرق داره بعضا معنی کلمه رو عوض میکنه وی ای تی وت معنیش میشه دامپزشک wet 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 معنیش میشه خیس تر یا مثلا باست بگم که ویل ویل اشتباهی ما باسه آینده از این استفاده میکنیم ویل میشه گوشت گوساله. v -E خب. اما w i l l میشه well 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 ها پس اینا با هم خیلی فرق اگه یادت باشه گفتم دفترچه تلفظ دفترچه مای داشته باش بگو من این هفته فقط فوکسم رو دبلیو میخوام اصلا همه رو میخوام غلط بگم این دبلیو رو درست بکنم بچه‌ها پرنانسیشن گفتیم هر چی بهتر باشه نمرات بالاتره مهمه ها لطفا بهش توجه ویژه کن چه نمره 5 میخوای چه نمره 6 میخوای چه نمره 7 میخوای چه 8 میخوای چه 9 میخوای مهم می توجه داشته باشی به این بس رو درست کن یه هفته وقت بذار واسه خودت هی روی دبلیو کار بکن مثلا بخون صدای خودت گوش کن دبلیو رو بخون where wow چه میدونم what where when اینا همه where یکیش منظورم گذشته اموزار بود اون یکی منظورم کجا بود اینا رو بشی روش مسلط بشی ت د زبون شما سق پشت دندون های جلوت رو لمس میکنه ت ت د د اینا که زل لوس حرف میزنن میگن باید دندون درد میکنه دندون درد این دقیقا ده انگلیسیه دندون درد یا دوست دارم دوست دارم این دقیقا چیه؟ من الان که دارم اینو داش میدم می که ممکن چند وقتی همین یه تیکر تو اینستاگرام از خودم ببینم و مسخره نشم ولی حواستون به تلفظ ت و ده باشه اوکی ت د ت د ار تو فارسی و تو انگلیسی با هم فرق داره زبون جمع میشه میره بالا به جای اینکه تو فارسی زبون بلرزه ر, ر زبون جمع میشه میره بالا اصلا کسی که روی انگلیسیش خیلی خوب کار کرده نمیگه تیچر میگه تیچر Teacher. teacher شما از یه تلفظ teacher میتونید بفهمی که طرف چقدر مسلط به بحثای زبانیش میتونه باشه پس این اولین درس تلفظی ما بودش سوالاتی که ممکنه در رابطه با ورک و از شما بپرسن اینه Do you work or study? What is your job? Did, uh, why did you choose this job? و سوالاتی از این قبیل که خودتون شما بزرگواران میتوانید سوالات رو بخونید همچین سوالاتی ممکنه از شما بپرسن سوالات استادیز هم اینا هستش که ممکن نشان بپرسن شما چه کار بکنی چه بکنی من بهتون جواب های خوب رو میتونم بدم اما یکیشو بگو مثلا بعضی از کار خوشون سخت میکنن میگن خب من مثلا یه روزایی کار میکنم یه روزایی میرم دانشگاه بابا چرا خودت تو زحمت میندازی گفتیم دروغ بگو ها نداره که ممتنه که واسهش مهم نیست که مثلا بگی ای تو به من دروغ گفتی مثلا من دیدم فردا روز سر کار رفت میخواد ببینه چه جوری حرف میزنی پیشنهاد خود من اینه که بگو کار میکنم چون روی کار کردن مانور بهتری روی کلماتش میشه داد عباراتش عبارات گسترده تریه همین توی نمره گیری میتونه وسعت قشنگتر باشه خیلی بار حرف مهمی ها توی اسپیکینگ برخلاف رایتینگ هر سه تا قسمت اسپیکینگ گفتیم سه تا قسمت داره دیگه راجع به رایتینگ هم خیلی صحبت نکردیم هر سه تا قسمت اه... یه نمره داره ببین توی رایتینگ تاسک 1 تاسک نمراتش متفاوته با هم جمع میشه تقسیم میشه خب جمع میشه پارت دوم به دو داره تقسیم بر سه میشه تو اسپیکینگ اینطور نیست شما نمره‌ای که توی پارت اول میگیری برابر است با نمره‌ای که توی پارت دوم و سوم میگیری نه به این معنی که سه تا نمره جدا بگیری جمع بشه تقسیم بشه نه شما ممکنه توی پارت که تو خیلی خوب جواب بدی پارت دو تو نتونی اونقدری که باید وکاب بذاری ابی نداره تو پارت یک جبرانش کردی اوکی همین سوالات پارت یک ساده راجع به خودت خوب روش مسلط باش و من پیشنهاد که بگی کار میکنه درس اول گرامریمونم مونم بدیم بعد درس وکبیمون رو شروع بکنیم بچه Present Perfect Simple Present این دوتا رو بایستی در کنار هم بشناسیم Simple Present بسه کاریه که شما همیشه انجام میدی. یه کاری یک واقعیت یک فکر یک همیشه گی مثلا من خونم تهرانه I live in Tehran من فوتبال بازی میکنم از شیکر من معلومه چه ورزش کنیم I play soccer huh? I play soccer شغلم تدریس زبانه I teach English I teach English. من به عنوان یک نرس کار میکنم. نرس هم پرستارم. I work as a nurse. I work as a nurse. ما دوستیم. We are friends. We are friends. اینش همیشگیه. من کی تهران زندگیم همیشه. دیروز تهران بودم. امروز تهران فرام تهران. خونمون نید. یا مثلا کی فوتبال بازی هر هفته آخر هفته میام بازی زبان درس میدم. کی یا هر روز میشم میام سر کار. آیا مثلا دوستیم. کی یا دوستیم. خب همیشه دوستیم چه سوالی. اما اگه بخوام شروعش رو بگم خب من که یک موجود ابدی و ازلی نیستم همه اینها از یک زمانی شروع شده دیگه من از کی تهران زندگی میکنم حد اقل حد اقلش اینه که بگم از زمان تولدم سال 1340 که من تهران نبودم که خب یه ذره شکسته شدم بگم سنم خیلی کمتر از اون موقع که تهران نیستم یا مثلا بخوام بگم ما دوستیم به هر حال از قنداق بودم که با هم دوست نبودیم که مثلا دوم ابتدایی دوست شده. آه. زمان میخوام بگم میشه present perfect چطور میشه؟ یه have بذار به علاوه past participle I have lived in Tehran for 5 years I have lived خیلی خوشگل نیست چرا توی بحث pronunciation گفتیم have هنوز نگفتیم یعنی میگیم have stress نمیگیره بگو I've I've lived I've lived in Tehran for five years. اگر دیدی من یا همکار گرام و عزیزم یه وقتای هف رو محکم گفتیم برای اینکه به شما نشون بدیم منظوم پرزن پرفیکت بشنویش خب وگرنه شما میخواید تلفظ کنیم نگو I have a... بگو I've, I've lived I've lived I play soccer چی میشه مثلا بگو من دو ساله که فوتبال بازی میکنم بگو بگو I've played داری میگی دیگه I've played soccer for two years. از بچهگی فوتبال بازی میکنم. I've played soccer since I was a child. عزیز من حواست باشه من یه تون دارم میگم چون مطلب زیاد نمیخوام میخوام دوره خیلی طولانی بشه حتما اینا رو اگه نیازه دوباره ببین ما یه فور داریم یه سنس داریم بعد از فور طول دوره رو میگی یعنی مثلا فور five years for 2 years for تن years بعد از سنس زمان شروع رو میگی سنس I was a child since high school okay? زمان شروع میگی پس بعد از سینس زمان شروع بعد از فور طول دوره خیلی مهمه بعد از اگو نمیادا از دو سال پیش تا حالا رو یه وقت نبیزشت. نداریم همچین چیزی اوکی okay? غلطه غلط مصطلحیه ولی غلطه شما نباید این رو بگی اگر میخواستم بگم از دو سال پیش تا حالا چی بگم چی بگم جاش بگو for two years به مدت دو سال یا دو سال پیش سال چند بوده مثلا 2000 و فلان سنس 2000 فلان سنس 2018 سنس 2020 سنس 2022 اوکی okay. پس زمان شروعش رو بگو I teach English بگو من پنج ساله که زبان درس میدم I've taught English for five years I've taught English since 2010 از سال 2010 من مثلا از سال 2010 نرسم پرستارم I've worked as a nurse since 2010 for five years ملین بود بگو ما از دبیرستان دوستیم We've been friends We've been friends since high school از high school با هم دوستیم We've been friends since high school یه چیز دیگه هم بهت بگم باز خوشگلترش میخوای کنیم برای منی که میخوام آیلس برم، تفاوتی نداره که بخوام از present perfect simple استفاده کنم یا present perfect continuous اینا هم فرق دارن واسه من آیلس چندان مهم نیست واسه فقط بر present نشون بدم present perfect continuous هم نشون بدم حتی اگر به جای I've lived بگی I've been living خوشگل تاره. به جای I've lived in Tehran بگی I've been living in Tehran به جای I've played بگی I've been playing soccer به جای I, I, I've taught بگی I've been teaching English به جای I've worked بگی I've been ورکینگ به جای در واقع این عبارت هایی که با present پرفکت present perfect continuous شو بگی خوشگل اما یه نکته رو مد نظر داشته باش We've been تغییر نمی کنه. چرا تغییر نمی کنه؟ عزیز من ما دو جور فعل داریم توی انگلیسی فعل هایی هستند که در واقع فعل های حالت های هستن که فعل های اکشن هستند فعل های اکشن فعل اینکه که داری یه کاری رو میکنی میتونم بگم دارم میدوم الان میتونم بگم دارم غذا میخورم نه میتونم بگم مثلا الان خوابیدم نه این یه کار من باید بخوابم که بگم والا تو خواب زنده، که آدم حرف نمیزنه به فرض که بزنه بگم I'm sleeping و پشم بدوم که بگم ام رانینگ. باید قاشق به دهن بذارم تا بگم I'm eating okay? اما بعضی فعل ها من الان اینجا نشستم میتونم بگم من یه گوشی دارم بله میتونم بگم من یه ماشین دارم بله میتونم بگم مثلا چه میدونم من پیتزا دوست دارم آره نیاز نیستش کاری بکنم بینم میگم فعل های حالت فعل های حالت continuous form ندارن present continuous نداره present perfect continuous نداره به عبارت ساده تر فعلای حالت مثل لایک like, میتونم بگم I've liked ولی I've been liking ندارم have به معنای داشتن نه به معنای خوردن میتونم بگم I've had اما I've been having ندارم میتونم بگم I've been اما I've been being اصلا ندارم اینجور معنی این پس حواست بهش باشه بریم سراغ ویدیو